چون شکایت می کنند از جدایی ها حکایت می کنند. مولانا جلال الدین محمد بلخی قرنها پیش این اشعار را سرود، برای توصیف عشقی که معتقد بود بنیان عالم بر آن بنا شده. اشعار عارفانه، سماع عاشقانه و خلاقیت‌های هنرمندانه امشب مخاطبان زیادی رو به اینجا کدگون هال لندن کشونده. نه فقط فارسی زبون‌ها رو، بلکه بین اونها خیلی از اروپایی‌های دیده میشن که مولانا و شعرش رو میشناسن و به اون علاقه مندن. عبادت به رسم صوفیان، رقص سما. صوفیان معتقدند که سما روحشان را آماده شهود و ارتباط با خداوند می کند. شعرخوانی، نوای دف و نی و رقص. اگرچه مجالس سما از قرن سوم هجری میان فرقه های از صوفیان رواج داشته، اما این رقص عرفانی با سما مولانا به شهرت رسید، آنقدر که امروز سما با شعر و نام او عجین شده. البته این مجالس عرفانی هم در طول قرنها دستخوش تغییراتی بوده. رقص سما که فقط توسط مردان و در خانقاهای صوفیان برگزار می شد، حالا شکل جدیدتری به خود گرفته و زنان هم نقش پررنگی در آن ایفا می کنند. در ضمیر ناخودآگاه من هست اینه که این جنسیت رو از این هنر برداریم. که چطور در همه هنرهای دیگه الان در تئاتر قرن هاست که مردها به جای زن بازی میکنن، زنها نقش مردها رو بازی میکنن، ولی در رقص هنوز این تفکیک در ذهن حداقل شرقی وجود داره. در غرب این حل شده، دیگه اصلا مرد و زنی وجود نداره، انرژیاشون حتی با همدیگه یکسان شده، ولی در شرق هنوز ما متوجه این موزل هستیم که مگر زن هم میتونه رقص سما بکنه. سپاس آن آدمی را. گفته میشود که مولانا بسیاری از اشعارش را هنگام سما کردن میسروده. شاید همین دلیل آهنگین بودن شعرهایش باشد. هم نوایی ساز با آهنگی که در متن شعر وجود دارد شنونده را تحت تاثیر قرار میدهد و درونش را به شوق میآورد. اشعار مولانا به خاطر وزن و اوزان عروضی که داره و بحری که داره، خودش درون خودش موسیقی جریان داره و از یک ریتمی پیروی میکنه که یک هیجان و یک التهابی رو در شنونده ایجاد میکنه که این باعث زیبایی اشعارش شده. اما شهرت اشعار مولانا تنها به آهنگین بودن آنها نیست، بلکه معانی عمیق عرفانی این اشعار است که آن را جهانی کرده. اشعار مولانا به زبانهای مختلف ترجمه شده و دوستداران زیادی در نقاط مختلف دنیا پیدا کرده. مولانا یک شخصیت صوفی است که همیشه بر تمام مملکت‌های فارسی زبان سر موسیقی، سر فرهنگ، سر زبان، سر ادبیات تاثیرات سخنان مولانا همیشه اثبات بوده. مولانا در اشعارش از گوهر درونی انسان سخن میگوید که به عقیده او از جنسیت، نژاد و عقاید ارزشمندتر است. شاید همین انسان محور بودن کلام او دلیلی باشد بر ماندگاری آن پس از گذشت 8 قرن. فتانه فرج اللهی، بی بی سی.